شما به همه دوستان عزیز، کسانی که در این چند برنامه سه برنامه قبلی منو همراهی کردن و مورد لطف خودشون قرار دادن، ازشون بسیار سپاسگزارم. از نظرات و انتقاداتی که در مسنجر من میاد هم بسیار سپاسگزارم. 100% کسایی که انتقاد کردن و کسایی که حالا منو تشویق کردن، ازشون میگم کسایی که انتقاد کردن سعی میکنم در برنامه های بعدی اگر در آینده برنامه میذاشتم صد اونها رو مورد توجه خودم قرار بدم. حقیقتش این برنامه احتمالاً برنامه آخری من خواهد بود، فعلا در حال حاضر به علت دلایل خاص خودم، دلایل شخصی، ولی بعد باز دوباره خدمت شما دوستان و عزیزان خواهیم بود و برنامه رو ادامه خواهیم داد. عرض خدمت شما، این هفته میخوام به یک موضوعی رو بپردازم که ایرانی ها هر روز باهاش مواجه هستن، باهاش زندگی میکنن، باهاش چیز میکنن، ولی متوجه نیستن که چه خطراتی داره، چه خطراتی شامل حالی من. ما موارد غذایی رو تا باهاش شنیدیم، میدونیم چه خبره، فقط در مورد یه دونه مرغ حرف میزنیم و بعضی از ماهی های پرورشی صحبت میکنیم. درسته. حالا من یکی از دوستان برای من یک پیغامی رو فرستاده بود که این پیغام رو من برای شما عیناً می‌خونم. ببینید این پیغام چقدر فاجعه انگیزه. ببینید چه کار کردن با مردم، چه کار می‌کنن، در چه ظلمی دارن به مردم، به ما می‌کنن. من دقیقا همین رو برای شما عزیزان دوستان می‌خونم. ببخشید که سرم پایین هستش، ولی برای عموم نه. کشتار خاموش صنایع غذایی در ایران. فاجعه در صنایع غذایی. همه حواسشون به سایپا و ایران خودروست، نمیدونن که صنایع غذایی چه بلایی به سر مردم داره. نامه تکان دهنده کارشناس ارشد صنایع غذایی و عضو نظام غذا و دارو و دامپزشکی اصفهان داخل فرانسه که تقاضا کرده نامش برده نشه، فرانسه بسته. ایشون مدت زیادی در کارخانه‌های مطرح صنایع غذایی کشور مشغول به کار بودن. حرفایی که زدن رو من حالا بنده کارشناس ارشد صنایع غذایی و عضو نظام غذا و دارو و دامپزشکی اصفهان هستم، لذا تجربیاتی که از فعالیت توی این زمینه ها دارم که لازم دونستم به هموطنان عزیزم اعلام کنم. تغذیه کنسرو شده به هیچ عنوان مصرف نکنید. مجددا تاکید میکنم، داخل پرانتز حرفشون رو زدن، به هیچ عنوان مصرف نکنید، پرانتز بسته. این جلسه فعالیت در چندین کارخانه مواد هرزری با برندهای معتبر، با برندهای معتبر به عنوان مسئول فنی و مدیریت خط تولید اعلام میکنم. سطح رعایت بهداشت در تهیه و تولید تغذیه مصرفی ملت فوق العاده ضعیف و در حد صفر میباشد. استفاده از نیتریک اسید به عنوان نگهدارنده تا حدی 1 PPM در 1000 کیلو ماده غذایی مجاز است، ولی متاسفانه با بیل میریختن توی شیر فاسد با اون دو تهیه میکردن، با بیل میریختن توی شیر فاسد و با اون دو تهیه میکردن. کارخانه فوق‌العاده معتبر، ببخشید من چون اصطلاحات پزشکی رو نمیدونم، اگه اشتباه میکنم شما با بزرگی خودتون ببخشید. اصلش رسوندن مطلب به شما بینندگان و شنوندگان، من عذرخواهی میکنم. استفاده از رنگ غیر مجاز و غیر خوراکی به علاوه استخوان‌ها، وام‌ها و اعشای مرغ، به اضافه پوست مرغ، به اضافه استفاده از لاشه‌های گاو مبتلا به برونکولیت که البته طی فرآیندهایی که انجام میشه غیر بیماری‌زا شده، ولی بسیار کریه المنظر و شامل تاول‌های خیلی بزرگ در سطح لاشه هست. پرانتز باز که سرشار از هورمون‌ها و مواد آنتی‌بیوتیک هست، پرانتز بسته، در تولید سوسیس و کالباس، پنیر پیتزایی که در تولید اون از فضولات دامی استفاده شده. این دوستان، این من حالا دوستان اینو واقعا از ایران برای من فرستادن، نمیتونم نشون بدم، چون دست می‌ترسم برای شما نمیتونم نشون بدم.
فضولات دامی استفاده که منجر به مسمومیت سایر مصرف کنندگان پیتزا و پسنی پنیر پیتزا شده و بنده با چشمان خودم دیدم که آقای تولید کننده رشوه 200 میلیون تومانی رو پیشنهاد داد برای ساکت موندن موضوع. این سیستم جمهوری اسلامی، این سیستم رشوه بده رشوه بگی از بالا تا به پایین هست، در همه موارد هست، تنها در صنایع غذایی نیستش، در صادرات واردات هستش، در استخدامی هستش، در هر چی که شما فکرشو میکنید هستش. خودتونم بهتر از من. من یک جوری گفتم این برنامه جب خودمانیه، درد دله. من حرف رو دارم میزنم، حرفی که مردم، حتی مردم ایران دارم میزنم. خب دوباره برم روی موضوع. و بنده با چشمان خودم دیدم که آقای تولید کننده رشوه 200 میلیون تومانی رو پیشنهاد داد برای ساکت موندن موضوع. پرانتز باز که البته صد قضیه در نیومد، حالا جریان چی شده نمیدونم. پرانتز بسته. میکس شدن اعما و اعشار مرغ با سایر اسبوزنی ها برای تولید سالاد الوجه مرغ. پرانتز باز یکی از معتبرترین تولید کنندگان. پرانتز بسته. یکی از معتبرترین تولید کنندگان. ببینید اینجا قصد تشویش از ها نومی که جمهوری اسلامی داره دیگه نیست. آیا دوستان غیر از اینه که ما طوری شده که برای آفت بزرگی هر سال سم به باغ‌ها به نباتات می‌زنیم و برای افزایش بیشتر تولیدات و محصولات کشاورزی از کودهای مختلف استفاده می‌کنیم؟ آیا شما می‌دونید این کودها تا اونجایی که بنده خوندم و مطلع شدم بسیار برای سلامتی مضر هستش؟ بسیار مضر هستش. اینها نتیجه چه سیستمیه؟ واقعا اینها رو میشه بخشید؟ باور کنید کاری که چنگیز مغول با ایران کرد، خامنه ای و علی بابا و 40 روز برداد با ایران نکردن. بقیه هست. در تجربه اخیر بنده در یکی از کارخانجات معتبر استان در زمینه تولید رب هست که متاسفانه 70% گوجه مصرفی گندیده و کفک زده و آب شستشوی گوجه فوق‌العاده کثیف در اثر فشار شستشو و عدم تعویض آب و رعایت بهداشت کارگران صرف و همچنین میکسوران زایات و حشرات سوسک و مارگولک به مدت موش همراه با گوجه های مصرفی برای تولید رب گوجه، اون هم با برند معروف و مطرح صادراتی می باشد. عزیزان من اینو خودم شاهدم، چون کار من در رستوران بوده، یه جورایی با تولید کنندگان مواد غذایی در این زمینه ارتباط داشتم. خودم در این زمینه یکی از کارمندان شاهدم که وقتی اعتراض کردم میگفت ببینید رئیس کارخونه یه حرفی رو زد، میگفت من این رب که دارم تولید میکنم با توجه به تولیداتی که دارم انجام میدم و اون قیمتی که باید تو بازار بدم، اگه بخوام دستگاه و تجهیزات جدید و نوعی رو در کارخونه خودم سوار کنم و با قیمتی که برای من میفته و هزینه کارگرم، هزینه جام، هزینه آب و برقم و همه اینا رو من حساب میکنم، برای من اصلا نمیترسه، من باید اینجا رو ببندم. خودش اونجا رو داشت با وام و قرض داشت رو میگفت. باور کنید گاهگداری میگفت، میگفت اینجا برای من ضرره، یه خونش رو بابت همون کارخونه از دست بده. یک جورایی ما نباید بگیم که این تولید کننده است مقصره. نه عزیزان، سیستم مقصره، سیستمی که اینجوری کرده مقصره. بنده در سال 1391 برای سفری رفتم، در سال 1390 یک سفری رفتم به شهر قزوین. میدونید یکی از قطبای اقتصادی و شهرک صنعتی در قزوین. من برای کنجکاوی رو ببینم در اونجا چه خبره، شهرک صنعتی قدیمی که اینقدر اسمش هستش، برم ببینم چه خبره. یک ماشین دربستی گرفتم و گفتم آقا شهرک قدیم، شهرک صنعتی قدیم. فکر میکنید من چی دیدم تو این خیابون‌ها؟ کارخونه های تعطیل شده، بزرگترین کارخونه ریسندگی بافندگی تعطیل شده، توش داشت سگ رو من خودم باشم. وقتی اینا رو از مردم اطراف میپرسیدم، میگفت اکثر اینا رو سپاه خریده. یک جا رو دیدم سله بود، سله بود که گندم ریخته بودن توش، گندم های تعداد یک مقداری شده بود،
میتونن برن. 90% کارخونه ها بسته شده بود. با یکی دو تا کارخونه صحبت کردم، رفتم تو به یک بهانه‌های مختلف صحبت کردم. فکر میکنی چی دیدم؟ چیزهایی که متاسفانه نبود. یکی از دوستان در زمین این بحث این هفته مهمان بود، از کسایی هستم که مورد تجاوز و تعرض در جمهوری اسلامی در شهری بسیاری امیدوارم که موفق بشن و شرکت کنم و حرفاشون رو بزنم. هر صورت خدمت شما، بقیه حرفان رو با شما عزیزان صحبت کنم. خب باید ببخشید، من واقعا باعث تأسفه، ببخشید واقعا باعث تأسفه این حرفایی که زدم، این چیزایی که خوندم، ولی حقیقت داره و ما باید حقیقت رو بدیم. ریشه این مشکلات رو باید بدیم، اینی که ما بریم یقه کسی دیگه که مقصر نیست رو بگیریم، در اصل یک جورایی به سیستم کمک کردیم که همینطوری هم الان شده. ما میگیم باید بگیم سیستم قانون اساسی و شریعتی که قانون اساسی رو نوشته چه بلایی سر آورده و داره میاره. از موضوع پرت نشم. در تجربه حرفای بقیه حرفای دوستن و در تجربه اخیر بنده در یکی از کارخانه‌های معتبر در زمینه تولید رب از دوباره حال رفت میگویند، متاسفانه حداقل 70% گوجه مصرفی گندیده و جبر زده و در آب شستشوی گوجه فوق‌العاده کثیف در اثر تکرار شستشو و عدم تعویض آب و رعایت بهداشت کارگران صرف همچنین میکس شدن ضایعات و حشرات و جانوران موجود در مزرعه و گوجه مانند سوسک، مارمولک، که نگرد موش به همراه با گوجه های مثلا برای تولید رب گوجه، اون هم با برندی معروف و مطرح و صادراتی میشه. حال دیگه برندهای ضعیف رو خودتون بهتر از دید. حالا دیگه اونا دیگه برندهای ضعیف رو خودتون واقعا در نهایت با عرض تأسف استفاده از وایتک در شیر بعضی از گاوداری های سنتی جهت پایین آوردن بار میکروبی شیر از اونجایی که این نگه دارنده از جذب کلسیم و آهن و ویتامین B در بدن جلوگیری میکنند که باعث آلزایمر، حواس پرتی، ریزش مو در سن 35 سالگی به دست میشود. نکته قابل توجه که محصولات فنی و مدیران تولید مشغول در کارخانه صنایع غذایی در صورت اعتراض بعض بهداشت در تولید منجر به اخراج و بلوکه شدن حقوق چند ماهه شده و هیچ حمایتی از آنها نشده، لذا مجبور به سکوت هست. دیدی؟ سیستم. اون رئیس جمهوری که اون بالا نشسته حرف از عدالت میزنه، عدالت اصلا وجود نداره در ایران. به هیچ چیز اینا رحم نمی کنن، به طبیعت رحم نکردن، به مردم رحم نمی کنن. این سیستم باید از بین بره. یک سیستم دموکراتیک، یک سیستم سکولار باید در ایران پیاده بشه. خیلی از موارد ما داریم که ببخشید یه حرف دونم بودم شایان ذکر، عامل اصلی شیوع سرطان کبد مصرفی گیرویه محصولات کنسرو شده میباشد. باور کنید دوستان، سطح ایمنی بهداشتی این مواد غذایی و تولیدی در بیشتر کارخانه های معتبر و سطح کشور به قدر زیاد است که تولید کنندگان هرگز برای خانواده های خود از این مواد غذایی تولید استفاده نمی کنند. شاهد این مسئله بودم که عرض میکنم. با احترام، یک کارشناس ارشد غذایی و عضو نظام مهندسی. خب این وضعیت مواد غذاییمون در ایران، آب آشامیدنیمون دروغه، آب آشامیدنی سیستم جمهوری اسلامی در سطح دروغ، چه شارلاتانی، دوز
های نفت و گاز قبلا هم در برنامه قبلی گفتم 18% گاز مصرفی جهان، ذخیره گاز مصرفی جهان میره. 18% مقام نخست در جهان. 12% ذخیره نفت داره، مقام دوم در جهان. 68 نوع مواد معدنی در کشور هستش. 68 نوع مواد معدنی که هر کدوم از اینها خودش یک سر مثل آمز، آهن، آلومینی، غیر و غیر و طلا. خب و از همه اینا مهمتر برای این سیستم استخراج اینا، خب نفت هم داریم، گاز هم داریم، نیروی انسانی و مغز هم هستش، مهندس های زیادی کو کجاست؟ نیست. دوست ما برمیگردیم، کشورهای دیگه ما رو نجات دادن. ما خودمون خودمون رو تو تله انداختیم. ما خودمون میدیم تو سطح نزدی باییم. ما خودمون مسجد رو از کتاب کنه بهتر میدیم. ما خودمون پول برای ساخت مسجد میدیم، برای ساختن کتاب کنه نمیدیم. آقای فلانی، حاجی فلانی، سالی یک بار مکه برمیگرده، میره تو حجرش میشینه یا میره میشینه توی پشت میزش در مقام ریاست، توزیع شروع میشه، میره یخه تا اینجا رفته، ریش گذاشته، مهره ببخشید من رو نل اصلا اینجا این وضعیتی که هستیم خب هست زیاده ایسته اقدر این خواهد صحبت کردم و یک مورد دیگه اینو میخوام بگم. به دوستان پیشنهاد میکنم که اینو برم دوید. آقای نیمشه امیر خبرنگار گفتگوی رو کردن با آقای چند فریدمن، ایشون چند فریدمن از منامهای هستن در آمریکا. حالا من اطلاعات زیادتری ندارم ولی من این چیزی بود تقریبا دو ساعت پیش نگاه کردم و در مورد حمایت مردم ایران، حمایت دولت جدید در حمایت مردم ایران اعلام کرد. پیشنهاد میکنم نگاه کنید نظرات و انتقادات خودتون. خیلی ها میگن نه آمریکا با آخونده هستن، خیلی ها میگن نه با وضعیت ترامپ اومده وضعیت داره تغییر میکنه. من حقیقتش خودم چرخشی که در صدای آمریکا میبینم اینه و زنده هستش میبینم. یک جورای صدای آمریکا به نظر من بیشتر چرخیده به سمت من رو. خب آیت الله خمینی بخشید من رو یاد بودیم کار رو صدای انجام میده برای ماندگاری به اسم حس من این دوست عزیز ما با من تماس نگرفتن. من حالا سعی میکنم با ایشون خودم تماس بگیرم و ایشون بیارم روی خط. اگر بتونم این کار رو انجام بدم بسیار عالی میشه. یه لحظه فقط به من باید اجازه بدید که با ایشون صحبت کنم. متاسفانه بله اسکایپشون خاموش هستش. امیدوارم که حالا در برنامه میان حرفشون رو بزنن. اگر صدای من رو میشنون لطفا اسکایپشون رو باز کنن و با من تماس بگیرن که من ایشون رو وصل کنم به ایل و بتونم با مردم صحبت کنم. بله تماس گرفتن.
ببخشید جناب پارسا، تأخیری که در برنامه شدش عذرخواهی میکنم، مشکل فنی که پیش اومد. من با دوستم جناب آقای ارشد خان داشتم صحبت میکردم، یک بار دیگه ایشون رو دعوت میکنم به برنامه، لطفا با من تماس بگیرن که ایشون رو وقت کنیم به عید بتونن با بینندگان صحبت بکنن. من عذرخواهی میکنم از بینندگان و تمام کسایی که دارن صدای من میشنون. ارشد جان اگر صدای من میشنوی لطفا با من تماس بگیر که من شما رو وقت. خب تا ارشد خان بیاد روی ای و بتونم بحثش کنم با دوستان عزیز صحبت بکنه، من با شما صحبت میکنم. عزیزان هر خدمت جمهوری اسلامی، دوباره تاکید میکنم جمهوری اسلامی رو بکنم یک حکومت یک فدرال. بله دوستان
ببخشید با توجه به وقایعی که داره در تلویزیون پیش میاد، من اصلا اوکی میگم مشکلات فنی که داره پیش میاد، بالاخره من در دوره رو ایشون در ترکیه و تلویزیون هم در آمریکا، من از تمام بینندگان با هم اوکی میکنم. از شینتنگش بار دیگه ازت میخوام که بیای رو عید و بقیه ادامه بدید. من منتظر سبران و منتظر.